تو ایران با نوشتن شروع کرده بودم، بعد یه مثلا چند تا داستان کوتاه مثلا ازم چاپ شده بود و منتها من دیگه مثل همه اکثریت آدمای دیگه که تو ایرانن پدرمادرم خیلی ناراحت بودن از اینکه من میخوام مثلا برم تو کار هنر و فلان اینا. دیدم که بالاخره بعد اینکه من تصمیم گرفتم که حالا میخوام برم خارج از ایران مثلا درس بخونم، مثلا شک داشتم خب چیکار باید بکنم چیکار باید نکنم. بالاخره اون در نهایت مثلا یه ذره مثلا من همونجور آلمان مثلا مدت کوتاهی بودم و مثلا فکر کنم خب اونجا مثلا مهندس بشم فلان، بعد نهایتا اومدم سوئد اونجا شروع کردم معماری خوندن، چون فکر کنم یه چیز حد وسطی، هم من خوشحال میشم هم پدرم آدم خوشحال میشن. بعد دیدم که نه، نهایتا من علاقه واقعیم سینماست و این علاقه من به سینما اتفاقا دیرم شروع شد. یعنی مثلا من شاید 19 سالم بود 20 سالم بود که مثلا علاقه من شدم به سینما، چون همیشه فکر میکردم من ذره چیز چجور بگم مثلا آدم سنابی بودم، فکر میکردم که سینما برای مثلا توده است، برای مثلا مردم عادیه، ارزش خاصی نداره، ادبیات برای چیزه مثلا آدم حسابی ادبیاته. منتها چند تا فیلم مثلا که دیدم نظرم عوض کرد و بعد این همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره این نچستم که خب اگه من واقعا دوستم بعد برم امتحان کنم ببینم بسازم یه چیزی، ببینم چه جوریه. من یه مرخصی گرفتم یه چند ماه از مدرسه معماری، برگشتم ایران یه فیلم ساختم، بعد دوباره برگشتم اونجا یه ترم خوندم، دوباره برگشتم یه فیلم دیگه ساختم، بعد تصمیم گرفتم نه من واقعا میخوام فیلم درست کنم. به نظر من ژانر یه چیز به اصطلاح قرارداد چیز مارکتینگه. یعنی مثلا همینجوری که شما کوکاکولا لایت داری و کوکاکولا معمولی داری و کوکاکولا لایف داری، اینا ژانر هم همین جوریه. یعنی مثلا ممکنه که و چیزی که مثلا بهش میگن فیلم ترسناک اونقدر لزوما در مورد خود فیلم چیزی نگه، ولی مثلا میگه که چه جور محصولی یا آدم مثلا چه میگم چه جور طعمی رو باید مثلا انتظار ازش داشته باشه. حالا اینکه من همیشه از ژانر وحشت خوشم اومد، نه اینکه مثلا بگم که حالا و این اصلا اتفاقی نیست که توی این ژانر کار میکنم، منتها من هیچ وقت مثلا اینجوری نبوده که عاشق ژانر وحشت باشم. یا اینکه مثلا من شاید 5 تا فیلم ترسناک که مثلا واقعا توی سینمای هارر مثلا بخوام بگم 5 تا شاید بیشتر نایده باشم. ولی یه بحث دیگه که هست، من فکر کنم که من حدود تا 21 سالگی ایران بودم و یادمه که با همه احترامی که من برای کارگردان بزرگ مثل کیارستمی و محمل باف اینا قائلم، ولی فکر کنم من حقیقتش دیگه خسته شدم از این که سینما ایران تقریبا 80% چیزی که من دیدم سینما یه چیز بدبختیه. خب یعنی که مثلا همش راجع به این که مثلا یه آدم فقیره، مثلا یه دختر کوچولو فقیره میخواد کفش بخره، نمیدونم یه چیزه اختلاف طبقاتی زیاده، نمیدونم مردم بدبخته، نمیدونم جامعه خرابه. ممکنه این چیزا نقد به همه جا هست، خب یعنی نه اینکه مثلا من میگم که ایران خیلی جای خوبیه یا اینکه اصلا جای، ولی اینکه همه اکثریت مثلا هنرمندا یا فیلمسازه یه کشور همه یه نگاه داشته باشن، همینجوری که مثلا امریکا که مثلا 90% مردم مثلا میخوان فیلم اکشن درست بکنن، اونم خسته کننده است، اینم خسته کننده است. بحث سابقه سینما وحشت توی رو من فکر کنم اتفاقا ایران از خیلی نظرها مثلا کل اون اسطوره های ما، نمیدونم باورهای دینی ما، کل این فرهنگ به اصطلاح که ما کلی اعتقادات ماوراءطبیعی داریم و این چیزه، یعنی در حقیقت برای ژانر وحشت خوراک خیلی خوبیه، به اضافه لوکیشن های عالی، به اضافه من فکر کنم حتی بازیگرم هم شاید بازیگر خوب. من اصلا چیزه، یعنی تعجب اینه که چرا این کار، یعنی چرا جانورش تو ایران جا نیفتاده. به نظر من تعجبی نیست که چرا من این کار میکنم، من تعجب به نظرم برعکسه، چون به نظر من همه و این فقط هم به نظر من فقط بحث ژانر وحشت مثلا
در مورد ژانر فیلم های پلیسی خب، یا فیلم های مثلا تو ایران ما مشکل خیلی بزرگ داریم، همه اینو میدونن، مشکل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و فلان فلان، ولی یه دونه سریال زیاد میسازن و فلان، ولی یه دونه فیلم خوب مثلا مثل ترافیک نمیسازن. این فیلم لزوما الان لازم نیست که مثلا بر علیه کسی باشه یا بر علیه کسی باشه، ولی فیلم خوبی باشه، فیلم در ژانر خودش خوبی باشه. هر کس ازم سوال میکنه کجا هستم، میگم من همیشه ایرانی هستم، ولی من موقعی که فیلم میسازم فکر نمیکنم من ایرانی هستم که فیلم میسازم. فکر میکنم مثلا فرق بزرگه مثلا بین من و آدمایی که حالا تو ایران کار میکنن یا مثلا بعد میان خارج از ایران کار میکنن، اینه که من فکر میکنم که این نوع چیز که مثلا چون خیلی از این فیلمایی هم هست، مثلا فرض بکنین که یارو میخواد یه فیلمی بسازه تو ایران نمیتونه بسازه، بعد میره مثلا چون توی مثلا ترکیه مثلا تصمیم کنه ایرانو بازسازی بکنه و حالا دلایل مختلف براش هست اینا، ولی من میگم همه بر من این همه این چیزا برمیگرده به اینکه فیلم خوبی هست یا فیلم خوبی نیست. و به نظر من این وقتی این اتفاق میفته 99% این چیزا مشکل برمیخوره. خب بنابراین من فکر کنم از اولش من هیچ وقت فکر نمیکردم من باید مثلا فیلمساز در تب من فیلمساز در تبعیدم. خب من شو میکنم من فیلمسازم و همه جا خونمه، یعنی ممکنه بگم سالی برم آفریقای جنوبی فیلم سازم، تا موقعی که من زبان و فرهنگ یه جایی رو بتونم بفهمم و فکر کنم برام جالب و پولش رو بتونم جور بکنم، یعنی به نظر من همه جا من میتونم فیلم سازم. این فیلم که ما ساختیم فیلم خیلی کم خرجی بود، یعنی اینکه حالا من بیام مثلا سر صحنه یه میز جدید سفارش بدم از این خبرها نبود، میز رو بعد از دو ماه پیش سفارش میدادیم. اینه که این قسمتش به مثلا اینکه حالا کجا آدم این فیلم میسا خیلی ربطی نداشت، ولی چرا در مجموع من یادمه که مثلا من تو ایران که کار میکردم مثلا ریتم کار فرق میکرد، مثلا ما صبح صحنه میرفت ساعت مثلا 7 تا 8 شروع میکردیم میرفتیم سر صحنه، بعد انقدر کار میکردیم تا خسته میشدیم، حالا ممکن بود ساعت 12 شب باشه، ممکن بود 9 شب باشه، ممکن بود 3 صبح باشه، بعد دوباره فرداش دوباره هر موقع که میتونستیم بیدار شیم میومدیم ادامه میدادیم. منتها این واقعا به نظر من سخته برای من مثلا این دوتا رو با هم تطبیق، چون من فیلم با مثلا کروی 100% حرفه‌ای من تو ایران نساختم، با کسی که مثلا مدیر تولید داشته باشم، نمیدونم لاین پرودوسر داشته باشم، نمیدونم فیلم بردارم 3 تا دستیار داشته باشه، این با این سیستم من تو ایران کار نکردم. فقط میدونم که مثلا بچه‌ها من مثلا فیلماشو که میبینم، یعنی به نظر من اصلا به هیچ وجهی من احساس نمی‌کنم که حالا مثلا چه میدونم دیسیپلین ندارن یا مثلا فیلمشون مثلا چیزی کم داره اینو. من فکر می‌کنم بیشتر چیز همون چیزی که گفتم برمیگرده به نگاه. بعضی فیلم‌های خوب ایرانی رو می‌بینم مثلا دیالوگایی که میگن خب به نظر من غیر طبیعیه، مثلا فیلمایی که مثلا حالا توی رده روشن فکری یا جشنواره میفته، خب دیالوگش قشنگه ها، یعنی اون چیزی که میگن قشنگه، ولی نوع گفتنشون رو من باور نمیکنم که مثلا یارو واقعا مثلا کفاشه، شما میدونم این کفاش تو ایران اینجوری صحبت نمیکنه که. خب اینا به نظر من به چیزه، یعنی به کار دست و مهارت فیلمسازی ربط داره، نه اینکه حالا لزوما به ایدئولوژی یا اینکه مثلا از چه لحاظی داری نگاه میکنی. توی شلی من خیلی اصرار داشتم که شلی یک چی میگن اندر تکست سیاسی داشته باشه راجع به این وضعیتی که الان توی اروپا هست، راجع به مثلا اروپای پولدار، غرب و شمال اروپا و اروپای فقیر، و اینا قبلا مثلا یه دیواری بینشون بود خب، ولی الان اون دیوار رو برداشتن، میتونه مثلا یاروی از لهستان میاد توی انگلیس کار میکنه، یاروی از رومانی میاد توی دانمارک کار میکنه، ولی اون نگاه هنوز هست، دیوار توی سر آدم ها هست خب. حالا من فکر کردم که اینو آره من آدم هم میتونست اینو به صورت یه چیز فیلم دراما در مورد یه مثلا کلفتی که میاد از رومانی کار میکنه و چقدر سخته و بچه‌شو میتونست این کار بکنه، ولی من فکر کردم که من ترجیح میدم اینو در بسته‌بندی ژانر وحشت به مردم بدم که پیام سیاسیش در پس زمینه باشه،
یارو پیام سیاسیشو جذب میکنه خب، بدون اینکه لزوما بشینه و مثلا فکر کنه که من دارم براش شعار میدم یا دارم بهش میگم که دنیا چجوریه. من اصولا یعنی هر چیزی که درست کردم همیشه در مورد چیز نیمه خالی لیوانه، یعنی اصولا دنیا رو مثلا یه جای تاریکی میبینم، نه لزوما جای تاریک که جای بدیه، ولی جای تاریک. من مثلا شخصیت مورد علاقه من شخصیت مثلا چیزن، شخصیت زنایی هن که چیزن مثلا دوست نداشتنی هن، یا مثلا چه هم زنی که قاتله، یا زنی که مثلا، چون من فکر کنم که یه جوری انگار که مثلا این قسمت داستان مثلا طبیعت انسان خیلی بهش پرداخته نمیشه، یا شاید هم میشه، من بهش به هر دلیل علاقه دارم. حالا اینکه چه ژانری دقیقاً بشه، این دفعه شده توی قالب سینمای وحشت شده، دفعه دیگه ممکنه بشه یه چیز دیگه. مثلا فیلم بعدی که من دارم درست میکنم نه تو ژانر وحشت نیست، توی ژانر نمیدونم چی بگن، فانتزی، دارک، رومانتیک، وا وا. ایده فیلمنامه از یک، من داشتم برای یه پروژه دیگه داشتم تحقیق میکردم، بعد اومدم برخوردم به کل این قضیه سرگسی رحم اجاره‌ای، و بعد در مورد یه ذره بیشتر تحقیق کردم، دیدم عجب چیز عجیبه، یعنی مثلا خیلی کشور اولا آزاده، بعد مثلا کاملا چیزه، یعنی یه سجا خیلی مثلا یه وبسایت میری اسم می‌نویسی، بعد مثلا بعد دو هفته یه نامه میاد که خب یکی برات پیدا کردیم، یعنی خیلی راحته. بعد یه ذره مثلا واقعا شوکه شد، چون اصلا نمی‌دونستم همچین چیزی وجود داره. نه اینکه فیلم بگم که مثلا در مورد اینه فقط، ولی از اونجا شروع شد. و بعد من یادم یه طرحی نوشتم و دیدم که این طرح خیلی، یعنی یه سری چیزایی داره که من به عنوان مرد شاید لزوما نتونم خودم 100% اون چیزو به اصطلاح، یه سری چیزا رو من نمیتونم بفهمم، راستش رو بگم دیگه. مثلا من اگه سفید بودم یه سری چیزای فرهنگ سیاه‌پوستا رو نمیتونستم بفهمم. اینه که من با مارن صحبت کردم و گفتم که آره یه همچین چیزی هست، و فکر کنم و ما با هم چیز مدرسه فیلم رفته بودیم، من میشناختم مارنو، پیش گفتم که به نظر من چیزه، تنها کسی که میتونه اینو با من بنویسه تویی. بعد اونم نگاه کرد و خیلی خوشش اومد از کلتر، و شروع کردیم نوشتن، و اینجور شد که خیلی از به اصطلاح اون جزئیات راجع به مثلا حامل بودن و چیزا اینا، یه سری ایده های مثلا کلی من داشتم، یه سری جزئیات اون پر میکرد. من میدونید من فیلمسازم، یعنی کارم کارگردانی فیلم و نویسندگیه، و هیچ وقت هم فکر نمی‌کردم که تایید کننده بشم. تایید کنندگیام به اون معنای مرسومش خیلی علاقه بهش ندارم، دوست ندارم. در حقیقت تیمی هستیم که با هم کارهایی می‌کنیم، از جمله فیلمسازی، و بیشتر از اون زیست فرهنگی، یعنی دور همیم در طول روز، در طول سال، و درباره فیلم‌ها حرف می‌زنیم، درباره کتاب‌ها حرف می‌زنیم، سعی می‌کنیم که شرایط رو برای خودمون عوض بکنیم. شرایطی که سینما ایران داره شاید همه جای دنیا هم اینطوریه، یعنی پول غالبه، حرف اول میزنه، بنابراین تولید آثار مستقل سخت شده. من فکر کردم که میتونم با مهیا کردن شرایطی برای دوستانم این امکان پیش بیارم که این فیلم ساخته بشه. سال گذشته دوست و همکار قدیمی من حامد رجبی با یه فیلم خیلی خوب در برلین بود، در بخش پانوراما به اسم پریدن از ارتفاع کم. امسال خوشبختانه باز با یه فیلم دیگه در بخش مسابقه نسل جدید یا جنریشن، و بخش در واقع هر دو فیلم هر دو سال نامزد بهترین دریافت جایزه بهترین فیلم اول هم بودن، و خیلی باعث خوشحالیه برای من. علی‌رغم اینکه به شدت تحت فشاریم از هر حیث، و بیشترین نکتمون هم مالی است، یعنی اینکه ما هیچ جایی از این فیلم‌ها حمایت نکرده، 100% همه این فیلم‌ها رو در با پول خودمون و با بخش خصوصی، یعنی به شکلی کاملا مستقل ساختیم، و از این نظر، از این حیث که فیلم‌ها تماشاگر پیدا می‌کنن و موفق میشن خوشحال کننده است برام، و امیدوارم که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. که در طول سال فیلمنامه‌های زیادی دست من میرسه برای تهیه، به خصوص بعد از موفقیت این دو سه چهار فیلم، تقریبا چهار فیلم داشتیم که موفق بودن. بعد از اون دیگه خیلی‌ها فکر می‌کنن که میتونن
پیش ما بیان و فیلمنامه ها رو فیلمنامه بیارن و با هم گپ بزنیم. من فارغ از اینکه بتونم تهیه کنم یا نکنم، با دقت فیلمنامه ها رو میخونم، نظر واقعیمو میدم. اینکه این فیلمنامه در صورت ساخته شدن کجای سینما قرار میگیره و کجای موقعیت قرار میگیره برای من مهمه، بررسیش میکنم و به نویسنده یا فیلمساز احتمالیش میگم و اون یکی دوتایی که فکر میکنم میتونم از پسش بر بیام و دغدغه‌های خودم هم توش هست و دست به تولیدش میزنم. خیلی واضحه که وامدار سینما ایرانیم، یعنی پشت سر ما سالهای زیادی سینمای خوب هست، سینمای اجتماعی، سینمای هنری، سینمای شاعرانه، سینما ایران بخش هنریش پرتعداده و وقتی که مرور میکنم فیلمهای محبوبم رو در سینما ایران بیاد بیارم شمارش زیاده و خیلی این باعث خوشحالیه. ما ادامه اون جریان هستیم، ادامه اون مسیر هستیم، همه این بچه‌ها که فیلم سازن ادامه این جنس فیلم سازن، یعنی هر کسی لحن خودش داره یواش یواش پیدا میکنه و برام خیلی هیجان انگیزه که فیلمای ما هم یه جایی در تاریخ سینما پیدا بکنن، یعنی اینقدر فیلمای با اهمیتی بشن که سالها بعد دربارشون صحبت بشه، فیلمهای متوسطی نباشن که بود و نبودش فرق نمیکنه. اون چی که بخشی از سینمای ما و فیلمسازی ما در ایران هم متهم میشه به سیاه نمایی، بخشش ممکنه واقعی باشه، یعنی ممکنه که فیلمسازانی فقط با نمایش پلشتی و سیاهی بخوان که موقعیتایی برای خودشون دست و پا کنن. واقعیت اینه که بنده نه علاقی دارم که این کارو بکنم، مهم کشورم برام، در اونجا زندگی میکنم، کار میکنم، میدونید فقط این نمایش، اگرچه معتقدم سینمای اجتماعی ما با تاباندن نور بر تاریکی ها میخواد اونا رو نمایش بده برای حلش. حالا فیلمساز که وظیفش حل موضوع نیست، این که اساسا صورت مسئله رو میخوان حذف بکنن که ما اصلا همچین چیزی نداریم، این خطای بزرگی است که به نظرم بایستی بالاخره یه روزی تکلیفش روشن بکنن. در والدراما موضوع دیگه، موضوع این بود که آقای امینی خودش در انجیو های انجمن های ما هم تو دفتر همینطور، یعنی گروهی هستیم که با انجمن های کودکان کار همکاری میکنیم، کاری از دستمون بر بیاد براشون انجام میدیم، برای بچه ها فیلمسازی، آموزش و این کارا. آقای امینی سابقه زیادی داره برای این مستندسازی و همکاری با این انجیوها ها و این کارگروه هایی که برای حمایت از کودکان کار تشکیل میشن، بنابراین یک سویه بهش نگاه نمی کرد. اون چیزی که برای من مهم بود این بود که عباس آدم های قصه‌اش رو می شناخت، از پایین ترین نقاط شهر وارد می شدن، می دونین همه لوکیشن های فیلم واقعی هن. پایین شهر شاید واقعا تلخ ترین جاهایی که ممکنه تو تهران تصور کنید و باور نمی کنید که اینجا تهران باشه تو این فیلم هم هست، اما قرار نبود که فقط اون میزان سیاهی نمایش داده بشه، قرار بود که امید توش باشه، قرار بود که به معنای کلاسیکش به نتیجه نرسه ولی بتونه فیلم لحن حال تماشاگر بد نکنه، علی‌رغم این که این پتانسیل داره که تماشاگر حالش بد بشه از این میزان سختی و دردناکی، ولی یه سرخوشی در فیلم هست، همون چیزی که بهش میگیم امید، ما امیدواریم و مصممیم.